درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم. در سه‌شنبه 22 بهمن ماه 11 فوریه نگاهی داریم به انقلاب 57، 35 سال بعد و دموکراسی خیابانی. بعد از پیروزی انقلاب هم در هر صحنه‌ای که همه با هم بودیم، دست به دست هم دادیم، پیروز اون صحنه بودیم. در دفاع 8 ساله اگر رقابتی در انتخابات داشتیم، در صحنه دفاع مقدس همه دست به دست هم دادیم، همه در کنار یک دیگر در سنگرهای مقاومت در برابر متجاوزین ایستادگی کردیم. اونگاه هم که بعد از جنگ نوبت صلح فرا رسید، همه پشت سر حرکت صلح‌آمیز بودیم. امام بزرگوار ما فرمود همونطور که در جنگ جدی بودیم، در صلح هم جدی هستیم. صحبت های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم راهپیمایی سالگرد 22 بهمن بود. شعارهای ضد آمریکایی محور راهپیمایی 35 سالگرد انقلاب بهمن 57. ما مشتاق گزینه‌های روی میزیم و برای نبرد بزرگ آماده ایم نمونه ای از پلاکارد هایی است که در نقاط مختلف شهرهای ایران نصب شدند. رئیس جمهور ایران در بخش دیگری از سخنرانیش خطاب به منتقدانش گفت سیاست خارجی جناحی نیست. اساس انقلاب ما برای این بود که مردم تغییر را نپذیرفتند. آیا امکان پذیر است این ملت بزرگ انقلابی بعد از 35 سال بخواهند تغییر قدرت‌های خارجی و یا آمریکا را بپذیرند؟ روی هیچ میزی در جهان تهدید نظامی علیه ملت ما وجود ندارد. حسن روحانی با تأکید بر حفظ وحدت در داخل گفت 22 بهمن امسال با سالهای گذشته طبق اطلاعاتی که تا دقایق قبل به من دادند کاملا متفاوت است. امسال همه جناح‌ها، همه گروه‌ها، همه احزاب، تفکرهای مختلف در این راه پیمایی عظیم و بزرگ شرکت کرده اند. این مایه مباهات برای مسئولین و مایه یأس برای دشمنان است. ما میخواهیم روز به روز آشتی ملی، وحدت ملی، انسجام ملی بیشتر شود. دلها را از کینه ها پاک کنیم. ندای سبز آزادی از بازداشت تعدادی از شهروندان شرکت کننده در راهپیمایی 22 بهمن خبر داد که ساعتی بعد بنا به گزارش ها آزاد شدند. ظاهرا این افراد پوستر آقایان خاتمی، هاشمی و روحانی رو در دست داشتند و توسط عده‌ای لباس شخصی به کلانتری ستارخان برده شده بودند. در روزهای گذشته گروه‌های اصلاح طلب مردم رو به شرکت در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کرده بودند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، امروز در واکنش به آخرین وضعیت میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گفت افرادی برای رفع حصر بی جهت تلاش می کنند، به نتیجه هم نمی رسند و تا زمانی که سران فتنه توبه نکنند و بر این موضع باشند، به هیچ وجه کار دیگری انجام نمی شود و شرایط مثل سابق خواهد بود. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم چرا اصلاح طلبان پس از سالها مردم رو به شرکت در راهپیمایی 22 بهمن
دعوت کردن. همطور که میبینید اکثریت کاربران فیسبوک وفا گزینه جلب رضایت رهبر رو انتخاب کردن. گزینه‌های دیگر تلاش برای بازگشت به قدرت در انتخابات مجلس، حمایت از دولت روحانی و امید به آشتی با اصولگرایان هست. اکثر اعتقاد دارن که علت اینکه اصلاح طلبان مردم رو به شرکت در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کردن جلب رضایت رهبر جمهوری اسلامی است. به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پاس و توییتر هم با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@voanews.com ایمیل بفرستید. اما نگاهی بیندازیم در هفت پرده به تحولات چند روز گذشته، دهه انقلاب 35 سال بعد. من از ملت ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران. من از ملت ایران، از زنان و مردان، اقوام و عشایر، جناها و سلیقه‌های گوناگون دعوت می‌کنم در روز 22 بهمن در کنار هم بوده تا 22 بهمن امسال متفاوت‌تر از گذشته باشد و هیچ کس با روز سرنوشت ملی، روز پایان استبداد و روز سربلندی ملت قهر نکند. گزارش وبسایت جوان آنلاین وابسته به سپاه پاسداران. نگاهی به مواضع دوگانه مجمع روحانیون، از دعوت به راهپیمایی علیه نظام تا دعوت به راهپیمایی در سالگرد پیروزی انقلاب. اکبر هاشمی رفسنجانی: در پیروزی انقلاب اسلامی مهمترین سرمایه هماهنگی عامه مردم، الان افراطی ها مانع بزرگ هستند. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در بیانیه‌ای از مردم برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کرد و در این بیانیه نوشت: حضور عزیزان محصور که دل در گرو انقلاب دارند میتوانست بر شکوه راهپیمایی 22 بهمن بیفزاید. کدام انقلاب رو شما سراغ دارید که بعد از ده‌ها سال با حضور مردم در خیابان‌ها و با شعارهای مستحکم مردم سالگرد انقلاب برای اون گرفته بشه؟ روز 22 بهمن خواهید دید ملت ایران فریاد خواهند زد استحکام خود را و نشان خواهند داد اقتدار ملی را. محمد خاتمی: امیدواریم امسال که نظر رهبری در خصوص حماسه سیاسی رخ داده و تحولاتی را شاهد بوده ایم و مردم نشان دادند که چه جهتگیری هایی دارند، به آرمان ها نزدیکتر شده و زمینه فراهم شود که دلها به هم نزدیک شود. عباس کعبی، عضو شورای مرکزی جامعه مدرسی: شعار مردم در 22 بهمن ادبیات مذاکره با 5 به علاوه 1 را تعیین می کند. محمد مهدی زاهدی، وزیر دولت احمدی نژاد و نماینده مجلس: مردم در راهپیمایی 22 بهمن با شعار مرگ بر آمریکا پاسخ وندی شرمن را می دهند. مهمان های امشب افق آقای ابوالحسن بنی سعد، نخستین رئیس جمهوری ایران پس از انقلاب، که گفتگوی از پیش ثبت شده با ایشون داریم. آقای عبدالعلی بازرگان، عضو ارشد نهضت آزادی، فرزند مهدی بازرگان، و آقای حسن شریعت مداری، فعال سیاسی و فرزند آیت الله کاظم شریعت مداری که از برلین در آلمان به ما میپیوندن. به هر دوی شما درود میگیم. به افق خوش آمدید. بخشی از صحبت های امروز حسن روحانی رو با هم بشنویم. انقلاب ما متکی به هیچ قدرت خارجی نبود. امروز ما خوشحالیم که بعد از 35 سال روز به روز به اهداف بلند و آرمانهای بلند انقلاب ما نزدیکتر و نزدیکتر شده ایم.
از ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران پرسیدیم به عنوان یکی از چهره‌های انقلاب آیا نظام جمهوری اسلامی به اهداف خودش دست یافته یا به آنها نزدیک شده؟ جمهوری اسلامی ایران به مثابه رژیم اولا ضد دولت مورد انتظاری بود که دولت حقوقمند باشه. این دولت ولایت مطلقه است که اختیار مطلق به کار بردن قدرت میدهد به آقای ولی امر که بصیرت دارد بر جان و مال و ناموس مردم. بنابراین ضد دولت حقوق‌مداره، ضد جمهوری شهروندان است، چون اگر مردم ایران شهروند صاحب حقوق به شمار می آمدند ممکن نبود چون این تأسیسی که به یک کسی اختیار مطلق بر جان و مال و ناموس آنها بدهد. و باز ضد هدفهای اون انقلاب است که استقلال بود، که آزادی بود، که رشد بر میزان عدالت اجتماعی بود، و نیز ضد اسلام به مثابه بیان استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی بود که آقای خمینی در نفل و شتو این اسلام رو عرضه کرد و این اسلام بود که اندیشه راهنمای اون انقلاب شد. اون میگه ولایت با جمهور مردمه، این ولایت مطلقه، اسلامی ضد اون اسلام. آقای بازرگان، بشنویم نظر شما رو، آیا انقلاب 57 به اهداف خودش رسیده، به اهداف خودش نزدیک میشه، چقدر از اونها فاصله داره به نظر شما؟ عرض کنم اهداف انقلاب رو در شعارهایی که قبل از انقلاب داده میشد باید جستجو کرد. مردم آزادی میخواستن، استقلال میخواستن، و بعد اون چی که در البته اوائل انقلاب مطرح شد، ارزش‌های اخلاقی یا حکومت اسلامی. ولی اون چی که اساسی بود که همه گروه ها رو با هم متشکل کرده بود، آزادی و استقلال بود. استقلال از یه جهتی حاصل شده، ولی اون چی که هست آزادی هست. باید دید که آیا آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی اجتماعات، آزادی احزاب، اینها تحقق پیدا کرده یا بدتر از گذشتم شده. یک کتابی مهندس بازرگان نوشته بودند در اوایل انقلاب به نام انقلاب در دو حرکت. گفتن حرکت قبلی همه با هم بود، همه گروه ها، گروه های مسلمان، ملی، چپ، همه با هم شدند تا انقلاب به پیروزی رسید. ولی حرکت دوم همه با من شد، یعنی فردیت غالب شد، استبداد فردی، ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه، در واقع او همه نیروها رو پس زد و یک محور استبداد مذهبی به وجود آورد که همه رو در واقع در یک ردیف کرده. بنابراین به نظر من نه تنها نزدیک نشدیم، بلکه از اون اهدافی که مردم مورد نظرشون بود به مراتب دورتر هم شدیم. اجازه بدید بخشی از سخنان آقای خامنه‌ای رو در 19 بهمن با هم بشنویم و بحث رو با آقای شریعت‌مداری دنبال کنیم. انقلاب بعد از گذشت 35 سال بر اصول و مبانی و بر ریل حقیقی خود استوار و پابرجاست. عوض نشد، حرفش رو عوض نکرد، راهش رو عوض نکرد، هدفهای خود رو عوض نکرد. انقلاب خیلی مهمه. انقلابها در مقابل طوفانهایی که بر اونها فرود میان مقاومت خودشون رو از دست میدهند. خیلی یا حرفشون رو عوض میکنن، یا راهشون رو عوض میکنن، یا اصلا به کلی نابود میشن، از بین میروند. انقلاب اسلامی از اولی که پدید آمده است تا امروز اهداف مشخص خود را حفظ کرده است، به سمت این اهداف حرکت کرده است، به پیشرفت‌های حیرت انگیز در بخش‌های مختلف نائل شده، از یک کشور و ملت فراموش شده بی تأثیر در دنیا به عنوان یک قدرت منطقه‌ای بزرگ و یک عنصر مؤثر در سیاست‌های بین‌المللی خود را داره به دنیا نشان میده.
آقای شهادت مداری، شنیدید صحبت های رهبر جمهوری اسلامی رو؟ تقریبا همین حرفا هم به شکل دیگری امروز آقای روحانی مطرح میکرد. صحبت آقای بازرگان رو هم شنیدید. جمهوری اسلامی کماکان به سمت اهداف خودش حرکت میکنه، در تحقق این اهداف موفق بوده. آقای بازرگان گفتن استقلال از جهتی حاصل شده، شعار جمهوری اسلامی رو هم که ادعا میکنن جمهوری اسلامی است. ببینید، آقای خامنه ای مبتکر مذاکره با آمریکا در شرایطی بوده که دیگر توانی برای ادامه مقاومتی که مدعی اونه نداشته، مقاومتی که از همون ابتدا معلوم بود که محکوم به شکسته، برای اینکه یک مقاومت جریانی ناهمسرشت با تمدن بشری در مقابل تمدن بشری بود. استقلالی که از اون صحبت میشه، اگر منظور استقلال سیاسی است، منظور دستگاه ولایت فقیه از استقلال، استقلال از تمدن بشری و یک نوع انزوای سیاسی بود که در سایه اون بتواند طرفداران خودش رو در جهان اسلام بسیج کنه و راه اونها رو از راه تمدن بشری جدا کنه. به این امر موفق نشده. آقای خامنه ای ناگزیر به مذاکراتی شده که در حقیقت جمهوری اسلامی را از یک نظام پرخاشگر انقلابی به یک نظام مذاکره کننده و دنبال راه توافق تبدیل کرده و این بر کسی واضح نیست. امروز آقای واضح است، بر همه واضح است. امروز آقای روحانی در حقیقت بهترین تیمی است که برای این گزیده‌ای که آقای خامنه ای از قبل داشت توانست به کمک آرای مردم بر سر کار بیاد و اون رو ادامه بده. آقای روحانی در شب قبل از 22 بهمن میگوید که ما حاضریم که با 5 به علاوه 1 مذاکرات اساسی انجام بدیم و یک توافق بزرگ رو بهش دست یابیم و میگوید ما در تحت شرایطی حاضر به برقراری رابطه با آمریکا هستیم. ظاهرا اینها اهدافی نبود که روحانیت بر سر کار حداقل از انقلاب اسلامی جستجو میکرد. امروز جمهوری اسلامی در وضعی به مذاکرات تن میده که چاره ای جز اون نداره. البته ممکن است که ملت ایران از انقلاب خودش اهدافی بالمره جدا داشت، آزادی میخواست، عزت نفس میخواست، استقلال میخواست، مشارکت سیاسی میخواست، ولی در اوان انقلاب این رهبری به دست گروهی از روحانیون افتاد که اونها یک نوع حکومت ایدئولوژیک مذهبی رو میخواستند و جدایی از تمدن بشری را و میخواستند که یک قدرت بزرگ جهانی شوند. فکر میکردند که یک حکومت اسلامی گسترده را در سراسر جهان اگر نتوانند حداقل در منطقه برقرار میکنند. آقای شریعت مداری، اهداف شکست خورده. عذر میخوام صحبتتون قطع میکنم. شما بله. این تصویری که آقای خامنه ای میده، رهبر جمهوری اسلامی، میگه ایران از یک کشور، یک مملکت فراموش شده و منزوی به چنین وضعیتی رسیده، تصویری که شما هم دارید از پیش از انقلاب، ایران کشور منزوی و به گفته ایشون فراموش شده بود؟ ببینید، رهبران جمهوری اسلامی فکر میکنند که اگر مملکتی هر روز در تیتر اول روزنامه ها شد و جنجال هایی که به پا کرد همه جا نوشتند، دلیل بر قدرت اون مملکت است. این تنها دلیل بر حادثه آفرینی، حادثه جویی و ناهمسرشتی اون با تمدن بشری است، وگرنه واضح است که قبل از انقلاب ایران در ردبندی جهانی جایی به مراتب بهتر داشت. درست است که دو سلطان پهلوی استبداد داخلی داشتند، در صحنه بین المللی هم شاید ما جوانها اون روز فکر میکردیم که اون استقلالی رو که ما انتظار داریم اونها برآورده نمی کنند، ولی مجموعاً ایرانی با پاسپورت خودش در
ایرانی با پاسپورت خودش در همه جای دنیا میتوانست با عزت مسافرت کنه، در همه جا میتوانست تجارت کنه، در همه جا میتوانست به تحصیل بپردازد و از مملکت خودش فراری نباشه. مشکل با نظام پهلوی مشکل سیاسی بود، در زندگی اجتماعی یا برآوردن آداب دینی مشکلات چندان زیاد نبود، هرچند که پاره‌ای از مشکلات وجود داشت. امروز در همه این زمینه‌ها مردم با حکومت خودشون مشکل دارند و در ردبندی بین المللی هم ایران جزو کشورهای متجاسر است که باید سر جای خودش نشونده بشه و این همان چیزی است که ما ایرانی‌ها را اذیت می‌کنه و از این می‌ترسیم که در پایان این مذاکرات به ما به عنوان کشوری نگاه بشه که ما را بر سر جای خود نشاندن، نه کشوری که با عزت نفس مذاکره کرده، چیزهایی رو داده و چیزهایی رو گرفته. آقای بازرگان، شما این برداشت رهبر جمهوری اسلامی رو باش موافقید که ایران از یک کشور فراموش شده و منزوی به امروزی رسیده که ایشون میگه با پیشرفت‌های چشمگیر و حیرت‌آوری به دست آورده؟ واقعیتش اینه ما خب کشور فراموش شده ای نبودیم، ولی شاید اگر آمار بگیریم نام ایران در سالهای اخیر بیشتر سر زبونهای مردم دنیا یا در رسانه هاشون آمده، ولی باید دید که مطرح شدن نام الزاماً خودش دارای ارزشه یا اینکه برای چی یاد میکنن، به چه دلیل مطرح میشه نام کشور، اون مهمه. فکر میکنم اونچه که بیشتر نام ایران و سر زبانها انداخته بیشتر همین مشکلات و مسائلی است که در منطقه به وجود آمده و دعواها و درگیریایی است که پیدا کرده، نه الزاماً در اون جهات انسانی و اخلاقی و علمی. به هر حال من فکر میکنم که نام ایران بیشتر مطرح شده، ولی اصل اینه که ببینیم به چه دلیله، اون به نظر بنده ارزش اصلی رو داره. آقای بازرگان، حتما صحبتایی که مسابقه آقای سعید حجاریان با روزنامه شرق انجام داده رو شنیدید، ایشون نکات جالبی رو عنوان میکنه، در این حال که از انقلاب دفاع میکنه ولی صراحتا صحبت از اصلاح پذیری شاه میکنه، صحبت از این میکنه که میشد در واقع به گونه دیگری عمل کرد. چقدر شما شخصا با توجه به اینکه به شکل در کانون تحولات انقلاب حضور داشتید، چقدر کماکان از انقلاب دفاع میکنید؟ به نظر شما میشد پرهیز کرد از انقلاب؟ شاه میتونست مسیر اصلاحات رو طی بکنه و یا در این مسیر حرکت میکرد؟ ببینید، این اواخر بله شاه هم گفتش که پیام انقلاب شما رو شنیدم، ولی خیلی دیر بود. اگه به خاطر داشته باشید در سال 1341 در دادگاهی که سران نهضت آزادی رو مرحوم طالاقانی، بازرگان، دکتر صحابی، دیگران رو محکوم کردن، در نطق دفاعی مهندس بازرگان آمده بود که ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما داریم صحبت میکنیم، مطمئن باشین که با محکوم کردن ما، اینا رو 10 سال محکوم کردن، ملت خفه نمیشه، خاموش نمیشه، گروه های دیگه به وجود میان که با زبان دیگه با شما صحبت میکنن. این محکومیت سال 41-42 بود. سال 42 که جنبش روحانیت و 15 خرداد به وجود آمد، سال 43 حزب ملل اسلامی در کوههای شاباد به صورت مسلحانه دستگیر شدند، از سال 46 گروههای چپ شروع کردند به بانک زدن، سال 49 جریان سیاهکل به وجود آمد، از سال 50 جنگهای چریکی شهری گروههای چپ و گروههای مسلمان به وجود آمدند. یعنی شاه در واقع خیلی دیر متوجه شد. اگر همون سخنی که دکتر مصدق میگفت که شاه فقط سلطنت بکنه، حکومت نکنه، دخالت در کار دولت نکنه، اگه اون موقع گوش داده بود خودش هم حتما مونده بود، ولی خیلی دیر متوجه شد. به نظر بنده دیگه اون موقع امکان نداشت، وقتی که نارضایتی ها از حد گذشته بود، فوق‌العاده سخت بود، یعنی دیگه نمیشد جلوی اون سیل رو، سیل بنیانفکن رو گرفتش. ولی در همون دوره هم آقای بازرگان خیلی‌ها بودن به خود آقای خمینی پیشنهاد می‌کردن که مسیر تحولات اساسی رو، دگرگون کردن کل کشور رو دنبال نکنه و سعی کنه مسیر رو به سمت اصلاحات پیش ببره. با توجه به اون تحولاتی که الان صحبت کردیم، به گفته شما آزادی به دست نیومد،
آقای شهید مدری گفتن استقلالی هم که شما در صحبت میکنید محل پرسش هست، به گفته خودتون جمهوری هم و جمهوری اسلامی هم که به سرنوشت ولایت فقیه دچار شده، آیا واقعا به نظر شما میشد از انقلاب پرهیز کرد؟ بله همینطوره. من اینو نه به عنوان یک به اصطلاح ایدال، اونچه که عرض کردم واقعیت جریان بود. وقتی دیگه کار از کار گذشته بود و مردم به خیابون‌ها ریخته بودن دیگه امکان نداشت، ولی شاید خیلی منطقی تر بود. خیلی هم به این فکر بودن که پله پله منتقل بشه. اگر یادتون باشه این مطلب رو هم مهندس بازرگان در یکی از نوت‌های تلویزیونی گفتن که ما از خدا باران می‌خواستیم، سیل آمد. در واقع اونچه که مطلوب مبارزین داخل کشور بود اینه که پله پله، سنگر به سنگر بتونه ملت آزادی‌های خودش رو احراز بکنه. یعنی در واقع انقلابی عمل جراحیه. در عمل جراحی به هر حال خونریزی هست، دوران نقاهت طولانی هست، ممکنه مریض هم بمیره. این نیست که حتما انقلابا به نتیجه مفید خواهد رسید. یعنی اونها که حداقل در داخل کشور بودند بر این سیاست بودند و چنین اعتقاد داشتند که اگر پله پله منتقل بشه و مردم هم آمادگیش رو پیدا بکنن، ساخته بشن، این خیلی مطمئن تره. در دراز مدت ملت به یک آزادی برسه، آزادی که در واقع حکومت از آن خودش باشه. آیا شریعت مداری میشود که این برشک انتقادهایی که بسیاری مطرح میکنن به دستاوردی که انقلاب داشت رو بپذیریم و در این حال افراد بگن که ما کماکان از انقلاب هم دفاع میکنیم؟ میشود از انقلاب کماکان دفاع کرد؟ بله، ببینید انقلاب رو بعضی ها ناگزیر تاریخ میدونن. من تاریخگرا نیستم و فکر نمی کنم که تاریخ معادله‌ای با یک جواب در مقابل مردم می نهد و مردم رو ناگزیر می کنه که اون رو بپذیرن. بازیگران تاریخ در تحول و شکل‌دهی تاریخ نقش دارن. پدر من از ابتدا بر رفرم و اصلاحات پای می فشد، تا آخر هم همین کار رو کرد. بعد از انقلاب هم روشش این بود و حشمت و اعتبار و نام و جان خود رو بر سر این کار گذاشت. آقای مهندس بازرگان هم کم و بیش دارای این سلیقه بود و البته اسیر دست جوانانی بود که این رویه رو نمیپسندیدن و خود ایشون هم یک بار به من گفت که خیلی از تصمیمات رو گروه میگیره و من خب با وجود اینکه موافق نیستم، بالاخره تصمیمات گروهی رو در داخل سازمانمون باید بپذیرم. ولی من خیلی از جوانانی رو که از انقلاب شرکت کردن میفهمم که راه‌ها را شاه مسدود کرده بود و رفرم رو نکرد، دیر کرد. رفرم‌های اقتصادی هم کرد، با پیروزی در قرین نبود. اصلاحات ارضی یا بقیه کارها نتایجش در حقیقت همونطور که عجاریان هم البته به تقلید گفته های دیگران نوشته و صحیح است، این است که عده زیادی روستایی در حاشیه شهرها آمدند، جذب صنعت نشدند، فرهنگ روستایی را با خودشون آوردند و در دامگاه روحانیون انقلابی افتادند و تبدیل به لشکر اونها شدند. من این جوانان رو میفهمم که جوانی خودشون رو برای ایدئال های گذاشتند که هرگز قابل تحقق نبوده. ما خیلی کم نمونه داریم که انقلاب ها جراحی موفقیت آمیزی باشند، به خصوص که وقتی به جای جراح، جراحی رو به دست قصاب ها بسپاری، استالین ها و خمینی ها و ماو ها رهبر انقلاب بشن. این است که بنده به هیچ وجه با انقلاب موافقتی ندارم، چون تاریخ نشان میدهد که خیلی کم به موفقیت مغروم بودند. ولی البته بعضی موقع ها طبق اراده ما زمان نمیگرده و در آستانه انقلاب مجموعاً و اونطور که اخیراً نشان داده شده، نبودن اراده شاه در ماندن در مملکت، قبول مسئولیت، انجام رفرم به همراهی وجود شخصی مانند آقای خمینی که میخواست قدرت رو به هر قیمتی تصاحب بکنه، مجموعاً بدشانسی هایی بود که ملت ایران آورد. و البته ملت همین آمادگی رو داشت که در بین رفرم و انقلاب که قدرت تخریبی بزرگی داشت، خشم خود را در قالب انقلاب فرو بریزد و همه اون چرا که به دست آمده بود نابود کند.
آقای شهید مداری، چرا اصلاح طلبان آقای روحانی صحبت امروزش دیدید بارها از دستاوردهای همین 6 ماه گذشته دولت خودش صحبت کرد، چرا به نظر شما اصلاح طلبان بعد از سالها به حاشیه رفتن و زندان بودن، هنوز هم بسیار از اونها در حصر و زندان هستن، در حبس هستن، چرا دعوت کردن به شرکت در راهپیمایی امسال به نظر شما؟ خب من فکر میکنم که به یک نوعی این راهپیمایی قبول و تایید این خط جدید رهبری و آقای روحانی برای نزدیکی با غرب و ایزوله کردن گروه هایی که مخالفت میکنن. در حقیقت اگه شما دقت کنید، درست شب قبلش این سخنرانی آقای روحانی میآید و میگوید که با گروه 5 به علاوه 1 حاضر است به یک توافق بزرگ دست بیابد و میگوید که حاضر است تحت شرایطی با آمریکا رابطه برقرار کنه. این یک نوع اعمال قدرت و نشان میدهد که برآورد ایشون از وضعیت اینه که گروه رقیب اونقدر که های و هوی داره و شعار مینویسه و با خودش حمل میکنه، قدرت شکست این خط رو نداره. چون برای ایشون قابل پیش بینی بود که فردای اون روز 22 بهمن است، ایشون سخنرانی خواهد کرد و اگر گروه مقابل قوی باشه ممکن حتی سخنرانی رو به هم بزنه. ولی برآورد ایشون ضعف گروه مقابله و من هم فکر میکنم در شرایط فعلی رهبر جمهوری اسلامی که در بین دو صندلی نشسته و نظاره میکنه که کدام یک از این دو خواهند برد، بیشتر به این نتیجه رسیده که ادامه خط قبلی ممکن نیست و در شرایط عادی از روحانی طرفداری خواهد کرد. بنابراین اصلاح طلبا که به طور دقیق این وضع رو فهمیدن، از روحانی حمایت میکنن تا این خطی رو که حداقل منفعت برای اونها این است که دوباره بتوانند در سیاست شرکت کنند و برای مملکت اینه که از این مخمصه نجات پیدا بکنه، این خط رو تقویت کنه. بسیار خب. آقای بازرگان، آقای روحانی در صحبت های روز قبلش در جمع سفرا و نمایندگان سیاسی خارجی در تهران گفت گرچه مردم ما آنچه بر آنها گذشته است از ایالات متحده یا بخشی از کشورهای اروپایی از یاد نخواهند برد، اما شیوه رفتاری امروز و آینده بیش از گذشته مد نظر به گفته ایشون ملت بزرگ ایران خواهد بود. اصلاح طلبان با توضیحی که الان آقای شریعت مدیر دادن امید به این دارن که بتونن به نظر شما به قدرت برگردن، انتخابات نگاه به انتخابات مجلس دارن، به دنبال آشتی با اصولگرایان هستن، اون گزینه‌ای که در فیسبوک افق هم مطرح کردن کاربران به دنبال جلب رضایت رهبر هستن، امید به رفع حصر دارن. به نظر شما چه انگیزه هایی داشتن برای دعوت به شرکت در این راهپیمایی؟ ببین، خب اصلاح طلبان، خب اسمشون رو خودشون هست دیگه، اصلاح طلبان که دنبال براندازی و تغییر بنیادی نظام نیستن، اصلاح طلب هستن دیگه. به هر حال بیشترین نیروهایی که فعلا هم در داخل کشور دارن مبارزه میکنن یا در زندان ها هستن از همین اصلاح طلب ها هستن. به هر حال آقای موسوی، آقای کروبی، اینا به هر حال جزء اون رژیم بودن که الان رهبران به هر حال محبوس اصلاحات هستن دیگه. امثال آقای حجاریان، آقای خاتمی، همه کسانی که الان هستند از درون این رژیم بودن. بنابراین با حفظ کلیات این رژیم معتقد هستن که به تدریج باید تحولات حاصل بشه. اونا در جستجوی یک تغییر زیربنایی نیستن. اگرم در واقع به این نتیجه رسیده باشن که عامل اصلی و صد اصلی ولایت مطلقه است، مطلقاً به مصلحت نمیدونن که در این شرایط مطرح بشه. یعنی در واقع اون رو یک خط قرمزی برای خودشون میدونن. ولی در هر حال باید بدونیم که اونها به خصوص با تجربیاتی که بعد از سال 88 به وجود آمد معتقد هستن که باید به تدریج جلو برن. انتخابات اخیرم در واقع اینها یه پیروزی برای خودشون تلقی میکنن که تونستن راه اصلاح تدریجی رو تا حدودی هموار بکنن. یعنی همین که 5% 10% به اون خواسته ها برسن، فکر میکنن این یه پیروزیه و یک موفقیتی هست. یعنی در حال جمع‌بندی و فکر نهایی این گروه در اینه که هیچ چاره‌ای برای ملت ما نیست جز این که ما پله پله جلو بریم.
البته نکته که در مورد بیشتر زندانیان اصلاح طلب هستن، خب ایده اعتقاد دارن که این چهره های شناخته شده هستن که شما ازشون صحبت میکنی، زندانیان بله. بسیار دیگری هستن که ما ممکنه واقعا اسامی اونها رو در رسانه ها چندان مطرح نمیشه. این توضیح هم بدم، آقای محسن محققی که از اعضای ارشد نهضت آزادی جز افرادی بود که در همین فاصله 24 ساعت گذشته خبر در واقع آزادی ایشون اومد، ایشون البته در مرخصی بود از زندان ولی ظاهرا حکم ایشون رو به پایان بوده و ایشون رو آزاد کردن بله. بازرگان. یک نکته که مطرح هست این که چگونه جمهوری اسلامی خیابان رو که صحنه اعتراض به حاکمیت بود، اونچه که به انقلاب 57 منجر شد، به محلی برای کسب مشروعیت حکومت بدل کرد و آیا دموکراسی خیابانی، این پرسش شما با آقای بنی سعد در میان گذاشتیم، کماکان راه موجود، تنها راه موجود برای پایین کشیدن دیکتاتور هست با توجه به تحولاتی که ما در سراسر منطقه، چه در اوکراین این روزها، چه در کشورهای دیگری در سوریه و بسیاری از کشورها حتی در مصر می‌بینیم؟ پاسخ ابوالحسن بنی صدر، می‌خواستیم رئیس جمهوری ایران رو بشنویم. این جنبش همگانی رو مردم ایران وارد کردن و عصر جدید رو به این سان مردم ایران ایجاد کردن. بلکه قبل از این جنبش سازمان‌های سیاسی مسلح تصدی می‌کردن تحول رو و انقلاب رو در جامعه‌های اون روز، مثلا در الجزایر، مثلا در چین، در ویتنام، در کوبا. نه، مردم ایران به اون دوره پایان دادن، خود مردم تصدی کردن جنبش همگانی. برای اینکه جنبش همگانی تحقق پیدا کنه یک تحولی میباید در طرف دولت انجام بگیره که اقلا 20 عامل هست که باید تغییر بکنه. مهمترینشون، برای اینکه ما زمان ما محدود است، این است که اون دولت خالی بشود از اندیشه راهنما یا مرام که داشت، خالی بشود از برنامه، پر بشود از زور و خشونت به عنوان روش حکومت، خارجی بشه نسبت به جامعه ملی، بیگانه بشه و این مکانیزم یا سازوکار تقسیم به دو و حذف یکی از دو این بار در خود دولت به اصطلاح عمل بکنه، چون تا این مدتی با در مخالفین رو حذف میکنه با این مکانیزم، ولی از زمانی به بعد در خود دولت هست که این حذف ها انجام میگیره که رژیم شاه هم در از یک دوره به بعد گرفتار این مکانیزم در درون خود شد. این در طرف دولت. در طرف جامعه باز هم عوامل بسیاری باید که به وجود بیان که اون عوامل هم حدوداً همین حدود 20 عامله، اما 8 از این عوامل خیلی مهمه که من از اونها به 4 تاش بسنده میکنم که اینها اگر به وجود بود هر 4 داشت این جنبش همگانی به نتیجه میرسه، اگر نشد ناقص میشه، مثل ناقص الخلقه به بار میاد، مثل این میشه جنبش همگانی مردم مصر. یکی این است که اندیشه راهنما داشته باشه، دو بدیل داشته باشه، سه برنامه داشته باشه، 4 محل عملش بیرون رژیم باشه، درون کشور. بیرون رژیم برای اینکه در محدوده رژیم مدار بسته، اون رژیمی که قدرت داره، اون جنبشی که در اون محدوده بخواد عمل کنه تا به اصطلاح تحت اون قدرت قرار میگیره، دیر یا زود از کار میفته، چنان که جنبش 88 اینجور اینگونه از پا در آمد. خب حالا در جنبش های جنبش ایران این 4 عامل بود، نه کامل، چون اگر کامل بود استبداد بعد از انقلاب رو به خود نمیدید. آقای شریعت مداری، شنیدید صحبت آقای بنی صدر رو؟ چه به نظر شما مؤلفه هایی اعتراضات اجتماعی رو به خیابون ها میکشانه و آیا در حالا مدل امروزی که ما در دنیا باش روبرو هستیم کماکان دموکراسی خیابانی است به عنوان تنها راهی که میشود دیکتاتور رو از قدرت پایین کشید؟ خب در طی این سالها مبارزات خیابانی هم دچار تکامل و تحول زیادی شدند، کما اینکه
دیکتاتورها هم یاد گرفتن که چگونه در مقابل مبارزه خیابانی خودشون رو تجهیز کنند. مثلا شما اگر دوره شاه رو در نظر بگیرید، شاه در مقابل تظاهرات خیابانی بسیار روش‌های ابتدایی سرکوب داشت. امروز جمهوری اسلامی بسیار مجهزه. امروز اون چی که به عنوان مبارزات ضد خشونت ازش یاد میشه مجموعه ای از مبارزات مطالبه محور هست که هدف خودش رو تعیین میکنه و سعی میکنه که علاوه بر یارگیری مردم در خیابان، در بین نیروهای حکومتی به خصوص نیروهای سرکوب هم یارگیری کنه و اونها رو نگذاره که یک پارچه در صف حکومت باشد و سعی کنه رهبری ایجاد کنه، حرکات رو قدم به قدم بکنه، با رفرم پیش بره و انتقال قانونی از حکومت پیش بیاد تا اینکه ساختارها چنان خرد نشن که سیاست در خیابان تعیین بشه یا به قول شما دموکراسی خیابانی مستولی بشه. دموکراسی در خیابان به وجود نمیاد و در خیابان چنین نظام پیچیده‌ای رو امکان دسترسی بهش نیست. خیابان میتواند به حصول دموکراسی کمک بکنه به شرطی که رهبران سیاسی و الیت حدود استفاده از خیابان را بشناسند، دچار پوپولیسم یا توده‌گرایی نشند، خواستهای مشخصی داشته باشند و در شرایطی که نظام به بلوک‌های قدرت تقسیم شده مشروعیت خودش رو به طور نسبی از دست داده، کارآمدیش در حداقل و اقتدارش یعنی تکیه به قانون در اداره مملکت تبدیل شده به اعمال قدرت عریان یا خشونت، در چنین شرایطی نظام بسیار آسیب پذیره، تبدیل به بلوک‌های متفاوتی میشه و این بلوک‌ها سعی می‌کنند از مردم یارگیری کنند. اگر رهبران مخالف در چنین شرایطی اونها هم سعی کنند در بلوک‌های قدرت یارگیری کنند و به خصوص نیروهای سرکوب و دستگاه سیاسی رو یک پارچه نگذارند، اون وقت عامل خیابان عامل تعیین کننده است و در حقیقت تعادل نیروی سیاسی را عامل خیابان می‌تواند به طور تعیین کننده ای بر هم بزن. آقای بازرگان، چگونه جمهوری اسلامی همونطور که صحبت شد خیابان رو که صحنه دستیابی به انقلاب 57 بود به صحنه کسب مشروعیت تبدیل کرد؟ در واقع با همین حالا راهپیمایی امروز و راهپیمایی های این گونه چنین میکنه. آقای بنی صدر گفتن که در این پروسه دستیابی به دموکراسی یکی از موارد مهمی هست که حوزه عمل جنبش های اعتراضی بعد بیرون از حاکمیت، بیرون از رژیم باشه و یکی از دلایل شکست جنبش 88 رو همین عنوان کرده. در چنین فضایی به نظر شما چگونه میشود از فضای خیابان استفاده کرد و آیا اساساً تنها راهی که باقی مانده برای پایین کشیدن دیکتاتور چنین هست، رفتن به خیابان ها و اعتراضات اون چنینی، حالا در شکل خشونت پرهیزش؟ حتی ملاحظه فرمایید، حتی قذافی هم یکی دو هفته قبل از اینکه سقوط بکنه راهپیمایی‌های دولتی که راه می‌انداختن، وقتی که آدم در تلویزیون ها می‌دید تعجب می‌کرد، فکر می‌کرد که همه ملت مشارکت دارن. دولت‌ها اگر بخوان تظاهرات خیابانی را بندازن، این به نظر من فاقد کوچکترین ارزشی است، چون دولت همه امکانات در اختیارش هست. اگر تعداد سربازانش و بسیجی ها رو، کارمندای اداره رو بگیریم با خانواده اونها، همیشه میلیون ها نفر رو میتونن اینا تو خیابون بکشن. دیدیم بعضی وقتا سفرهای استانی که میکنن، خب مدارس رو تعطیل میکنن، همه کارمندار هم تعطیل میکنن، مردم مجبورن بیان. در واقع این حربه رو دولت ها میخوان از دست مردم بگیرن. دموکراسی سازوکار مخصوص خودشو داره. دموکراسی در واقع یک سلسله مقرراتی داره. راهپیمایی خیابانی این در واقع متعلق به ملت‌هایی است که محروم از آزادی بیان، آزادی قلم، تشکیل احزاب و تجمعات خیابانی هستند. البته یک راه حلی است که نمیشه گفت که حتما از اون طریق دموکراسی حاصل میشه. به هر حال دموکراسی با حضور در خیابان‌ها تنها تعلق نمیگیره، ولی این در واقع یه اردوکشی اپوزیسیون یه ملت، وقتی که محرومه نمیتونه نشون بده که من چقدر طرفدار دارم. حالا اگر انتخابات آزاد باشه، از طریق آرایی که به صندوق
ریخته میشه میتونه در واقع بگه من چقدر جایگاه در ملت دارم، ولی وقتی که مطلقاً محروم میشه، شورای نگهبانی وجود داره، برگزیده میشند نمایندگان، بنابراین وقتی که محروم هست مجبوره که حضور خیابانی پیدا بکنه. نکته دقیقاً همینه آقای بازرگان، ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم. بس بر اساس این است که اگر ما حتی به روند انتخابات هم قائل باشیم، کاندیدای وعده های میده، بعد به ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس یا چنین مناصبی در واقع دست پیدا میکنه، بعد رای دهندگان میبینن که بسیاری یا بخشی از خواسته های اونها پیگیری نمیشه و اصلا توجه بهش نمیشه، آیا به نظر شما باید 4 سال دیگه صبر کنن تا انتخابات دیگری برگزار بشه، یا نه باید به اعتراضات خیابانی دست بزنن به شکل حتی ما میگیم خشونت پرهیزش، اگر هم حتی به دنبال خشونت هم نباشن؟ در واقع این راه حل رو خود اپوزیسیون و رهبری اونها میتونن تصمیم بگیرن که در مقاطع مختلف آیا امکان تجمع هست یا ممکنه سرکوب بشن، عوارض خیلی سختری براشون به وجود بیاد. نمیشه این رو ردش کرد که در هیچ شرایطی نباید کرد، نمیشه الزاماً گفت که تو هر شرایطی باید راهپیمایی خیابانی انجام بشه. این در واقع یک حرکتی است که تابع شرایط بیرونی است، ولی به هر حال به نظر من این حربه رو ملت‌ها نباید از دست بدن. ولی این یه حقی است که خط قانون اساسی جمهوری اسلامی هم برای مردم قائل شده. همینطوره، بله بله، ولی خب خیلی حقوق هست که قائل شده ولی نادیده میگیرن. یعنی باید ببینن که هزینه‌اش چگونه هست، با توجه به هزینه‌ای که باید اپوزیسیون بده آیا مردم میان، یعنی حالت آمادگی مردم رو و اینی که حاضرن خطر رو بپذیرن، ریسک بکنن رو همیشه رهبران جنبش باید ارزیابی بکنن و به تناسب شرایط تصمیم بگیرن. بسیار خب، از آقای بنی‌صدر در مورد تاثیر حمایت بین المللی از اعتراضات مردمی پرسیدیم، بحثای زیادی بود. رهبر جمهوری اسلامی هم تاکید میکنه که انقلاب 57 انقلاب مستقل بود و در پی رد نفوذ خارجی بود. این پاسخ رو از آقای بنی‌صدر با هم بشنویم. عرض کنم به شما یک از خون بدیل هم باید یک ویژگی های داشته باشه تا ترجمان اون جنبش همگانی باشه، بتوان اون رو به هدفهاش به صدا برسونه. اون یکی از اون ویژگی هاش این است که اگر اون دولت خارجی می شود که می شود، این باید که در مردم باشه، در درون مردم باشه، از طریق مردم عمل بکنه، که در دوران انقلاب چنین بود. اگر مقایسه کنید دوران انقلاب رو، رفتار آقای خمینی رو در دوران انقلاب با رفتارش درست بعد از بازگشت به ایران، میبینید که تفاوت از زمین تا آسمانه. قبلا از طریق مردم عمل میشود، خود مردم هم که ابتکار دارن، بعد ایشون نه، بیرون از مردم عمل میکنه، بر ضد مردم عمل میکنه. چنان که در خرداد 60 گفت که 35 میلیون بگوید بله، من میگویم نه. این در رابطه با قدرت خارجی هم همینطوره. ببینید اونی که جنبش احتیاج داره حمایت افکار عمومی جهانیش، برای این احتیاج داره، برای این که قدرت های خارجی نتوانن به دخالت بکنن و این جنبش رو یا متوقف کنن یا منحرف کنن، چنان که در مثال سوریه ما این رو میبینیم. برای این که این کار نتوانن بکنن، نیاز به افکار عمومی دنیاست. در مورد انقلاب ایران، افکار عمومی دنیا کاملا حامی اون انقلاب بود، به ترتیبی که هیچ کدام از دولت‌های خارجی توانایی این رو نداشتن از ترس افکار عمومی خودشون که به نفع رژیم شاه مداخله کنن. و رژیم دولت کارتر، آقای جنرال هایزر هم فرستاد برای اینکه فرماندهی ارتش بکنه در سرکوب مردم، اما خوشبختانه فرماندهان ارتش مردم وطن دوستی بودن، هرچند قربانی هم شدن. آقای خمینی رعایت نکرد اون تأمینی رو که داده بود، ولی اونها در تاریخ ایران ماندگارن به عنوان افسران وطن دوستی که تن ندادن تحت فرماندهی یک افسر بیگانه در برابر ملت خود بایستند. اون که انقلاب بهش احتیاج داره حمایت قدرت‌های خارجی نیست، حمایت افکار عمومی دنیاست، چون دولت‌های قدرت‌های خارجی طبق منافع خودشون عمل می‌کنن، همونجور که در لیبی کردن، همونجور که در مصر کردن،
همینجور که در سوریه کردن، میبینید که به چه سرنوشت این کشورها گرفتار شده. آیا شریعت مداری، انقلاب 57 بدون حمایت بین‌المللی به نظر شما رخ داد و آیا اساساً نیاز به حمایت بین‌المللی هست در این گونه حرکت‌های اعتراضی؟ ببینید، قبل از انقلاب نیروهای انقلابی اون موقع به اصطلاح از کمک خارجی به هیچ وجه رویگردان نبودند. عده‌ای از انقلابیون می‌رفتند فلسطینی‌ها بهشون تعلیم حرب جنگ می‌دادن، عده‌ای به الجزایر رفته بودن، گروه‌های چپ ما عده‌ای با شوروی مربوط بودن، دنیا رو تقسیم کرده بودن به نیروهای امپریالیستی و ضد امپریالیستی یا انقلابی و ضد انقلابی و کمک نیروهای انقلابی هیچ مانعی نداشت. در آستانه انقلاب هم همونطور که آقای دکتر یزدی هم نوشتن و من هم شاهد بودم، مذاکرات زیادی بین آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها و اروپایی‌ها با آقای بهشتی، با آقای مفتح، آقای مطهری و خود آقای خمینی مستقیما در آمریکا بود. آقای عرض به خدمت محمد منتظری روابط ویژه‌ای با قذافی داشت و همه اینها کمک می‌کرد. اما اینکه آیا این کمک چنان غالب بود که جمهوری اسلامی به خاطر این کمک، در حقیقت انقلاب ایران به خاطر این کمک به وقوع پیوست، به نظر من نه. اون چه انقلاب ایران رو به ثمر رسوند نبودن اراده شاه در مقاومت، عصیان مردم، دیرکرد رفرم ها و وجود یک دستگاه منسجمی در روحانیت از فدایان اسلام به بعد به رهبری آقای خمینی بود با ولع بی انتها برای تصاحب قدرت. اگر این عوامل رو در کنار هم بگذاریم، اینها بسیار بیشتر تأثیر داشتن تا کمک خارجی. و البته همونطور که آقای بنی‌صدر گفتن، اینا موفق هم شده بودن که افکار عمومی دنیا رو خام کنند و دنیا فکر کنه همونطور که مردم فکر میکردن که یک پیرمردی با این سن و سال دیگه خیلی بعیده که دایره استبداد و قدرت داشته باشه. و چنین طرز تلقی نسبت به آقای خمینی باعث شد که خیلی زود اون رو بپذیرن، ولی خیلی زود هم پشیمان شدن. بنابراین من فکر میکنم که همانطور که دو دموکراسی بزرگ ابتدایی دنیا، یعنی انگلیس گلوریوس ریولوشن یا انقلاب شکوهمند انگلیس به کمک هلندی ها شد، آمریکایی ها به کمک فرانسوی ها با انگلیسی ها مقابله کردند، امروز که تقسیم بندی دنیا به انقلابی و غیر انقلابی کنار رفته، من فکر می کنم که کمک مؤسسات مدنی، سازمان هایی که سیاسی نیستند و افکار عمومی دنیا به ما هیچ اشکالی نداره. ولی اونجایی که پای دولت ها میرسه، تا موقعی که یک اپوزیسیونی در موقعیتی نیست که خودش رو جانشین مشروع یک قدرت بداند، خب در موقعیتی هم نیست که مذاکرات مستقیمی با حفظ منافع ایران با خارجی ها داشته باشه. بله. و بنابراین باید خیلی محتاط باشه. ولی باید ما یاد بگیریم که از توانی که دنیا در اختیار ما میگذاره و اکنون بسیاری از جوانان ایرانی برخلاف نسل ما که خیلی محتاط نسبت به اینجور کمک ها بود، از این کمک ها استفاده میکنند، تا اونجایی که میتونن استفاده کنن. کما اینکه وی او ای یک دستگاهی است که مال آمریکاست و امروز صدای ما رو به گوش ایرانی ها میرسونه. بنده و آقای بنی‌صدر و آقای بازرگان هم در اون صحبت میکنیم. بله. این نوع کمک ها هیچ گونه اشکالی به نظر من نداره. بله، برشک پرسش هم این هست که آیا در همون دوره هم اگر قدرت های غربی مخالفت میکردن با روند تغییرات در ایران، آیا سناریوی دیگری رقم میخورد؟ نه خیر، به هیچ وجه به هیچ وجه نمیشد. شاید یه سوریه دیگه ای درست میشد. دقیقاً همونطور که میفرمایید، در همون دوره هم اسنادی هست که بنیانگذار انقلاب آقای خمینی با سفارت آمریکا تماس مکاتبات بسیاری داشتن. بخشی از پاسخ آقای بنی‌صدر رو به این پرسش بشنویم که آیا مشکل تنها رهبر جمهوری اسلامی است، اون چه که امروز ایران باش روبرو هست، آیا همه اینها برمیگرده به موقعیت ایشون؟ و بحث رو با آقای بازرگان دنبال میکنه. عرض کنم که در واقع که به واقعیت امروز ایران نگاه کنید، ولایت فقیه مرده. فقط یک به اصطلاح عین
ماجرای سلیمان است و تکیه به اون اساس تا که موریانه پایش رو بخوره بیفته. یه پوششی است برای رژیم مافیاهای نظامی مالی، ولی هیچ واقعیتی در بر نداره. یک. دو اینکه جامعه متوجه شده، حتی بخشی از اون بنیاد دینی یعنی روحانیت هم متوجه شده که دین اگر با دولت درامیخت هم دین فاسد می شود هم دولت همینجور که شده. این ولایت مطلقه فقیه اسلام رو به اجرا نمی گذارد، ضد اسلام رو به اجرا می گذارد. در این دستگاه قضاییش یک دستگاه شقاوت گستری است، خشونت گستری است. اقتصادش هم که میبینید چگونه اداره میشود، خود دولت را هم میبینیم که یک دولتی است که این بیگانه از جامعه، حاکم بر جامعه، خود دولت هم تحت سیطره دستگاه های سرکوب، سپاه پاسدار و بسیج و دادگاه انقلاب و و و. بنابراین این هم به یمن مثلا کوشش مداوم در توضیح ناسازگاری ولایت مطلقه فقیه با دینداری، خصوص اگر دین بیان استقلال آزادی انسان باشد، حقوقمندی انسان باشد، بیان تجربه مردم ایران و جنبشی که این جنبش سال 88 یکی از اونهاست. جامعه الان به اینجا رسیده که دولت میباید خالی از هر مرامی باشه و جز حقوق، قانون اساسیش، حقوق انسان، حقوق شهروندی و حقوق ملی در اون قانون اساسی نباشند. اینا دستاوردهای کوشش تجربه مردم ایران و جنبش های مردم ایران و کوشش اون بخش از ایرانیانی است که به خود نقش بدیل دادن با اون مشخصاتی که عرض شد. آقای بازرگان، وقت اندکی داریم، یکی دو دقیقه پایین برنامه مونده. آیا مشکل با کنار رفتن اصطلاحاً آقای خامنه‌ای حل میشه؟ آیا مسئول تمام چه که امروز ایران باش روبرو هست شخص ایشونه؟ ببینید، مشکل رو نمیشه به یه شخص ارجاع داد. قبل از انقلابم آقای خامنه‌ای میگفت شاه بره، اگه شمر و خولی هم بیان مشکل حل میشه، ولی دیدیم از چاله به چاه افتادیم. مسئله شخص نیست در واقع، حالا از نظر سیستم در واقع مسئله ولایت فقیه که خب همینطور که میدونیم ولایت فقیه در طول تاریخ اسلام چنین چیزی وجود نداشته، هیچ یک از فقهای شیعه چنین ادعایی نداشتن. این اواخر به هر حال آقای نراقی تزی مطرح کرد، اونم بسیار محدود، ولایت فقها درباره اموال بدون صاحب یا ولایت بر صغار. آقای خمینی این تز رو در ابتدا ولایت فقیه و بعدم 1367 ولایت مطلقه فقیه، بنابراین ربطی هم نه به اسلام داره نه به تاریخ تشیع داره، که هرگز هیچ یک از فقهای بزرگ اسلام چنین ادعایی نداشتن. الان هم آقایون توش موندن، یعنی در واقع راه حل ارجاع تصمیم گیری ها به خود مردمه، حاکمیت ملت هست، نه اینکه یه نفر ولایت مطلق بر جان و مال و ناموس بله. همه ی جامعه داشته باشه. مشکل اصلی به نظر من این فکره، این فکر رو هم عملا خودشون بهش رسیدن، ولی دیگه به هر حال به قول شریعتی زر و زور و تزویر دست به دست هم دادن، قدرت سپاه و کمیته ها و فریب بسیاری از این زورمداران باعث شده که به هر حال این اندیشه رو حفظ کنن تا بتونن خودشون بمونن. به هر حال ریشه اصلی به نظر من در همین هست فعلا. سپاسگزارم از شما، متاسفانه فرصت نداریم از آقای شریعت مدیر همین فرصت رو بپرسیم، حتما این بحث رو با شما دنبال خواهیم کرد. از هر دو شما سپاسگزارم، آقای عبدالعلی بازرگان و آقای حسن شریعت مدیری، از آقای ابوالحسن بنی صدر هم برای گفتگویی که با ما از پیش داشتن سپاسگزاریم. تا افق چهارشنبه.